تابستان است و فصل گرد همایی ها، کنسرت ها و جمع شدن و دید و بازدید با هنرمندانی که شاید فرصتش در سال یا یکی دو سه سال یک بار روی بده. ما بعد از اون جشن های جشنواره خوب و به اصطلاح پرمحتوای سه روزه تیرگان، به زودی در همین یکی دو روز آینده در مجتمع پریا، بنیاد پریا، یک کار بسیار زیبای دیگه ای داریم که من میدونم شماها همه خیلی دوست دارید. یعنی هنرمندی از سرزمین جنوب، قلب تپنده ایران عزیز ما، یعنی جنوب ایران، با مردمی خونگرم، خوشفکر، زحمتکش و هنردوست و عاشق وطنشون و مردمشون. سعید شنبه‌زاده در روز شنبه همین هفته در بنیاد پریا از ساعت 6 تا 10 شب برای شما اون هنر خوب و پر جنب و جوش و پر محتوای جنوب رو دوباره به ارمغان آورده. میدونید که سعید در فرانسه زندگی میکنه. سعید در سالهای همین اخیر هستش که حرف گفتنیش رو همیشه پرواز داده. هنر جایی نیست که ما جلوش رو بگیریم. هنر جاییست که خودش راهش رو پیدا میکنه. اگر هر گونه مخالفتی بخواد دیواره جلوی اون ببنده، هرگز قادر نیست. کما اینکه سعید رو از یک قاره دیگر به ما میرسونه اینجا و ما در روز شنبه هنرنمایی سعید شنبه‌زاده رو میبینیم. خب پس بدونید که این برنامه‌ای که امشب من غیر از برنامه دریچه های روبرو دارم براتون اجرا میکنم، به خاطر سعید شنبه‌زاده و کاری که بنیاد پریا داره میکنه در اینجا روز شنبه با هم جمع میشیم. حالا اگر موافق باشید قبل از اینکه به این مسافر تازه رسیدمون ما به حرف بکشیم، یه خوش آمدی هم بهش بگید. سعید جان خیلی خوشحالم که پس از یکی دو سال دوباره میبینمت. آمدی؟ خب چطور شد که آمدی تورنتو؟ من البته میدونم منتظر بودیم که بیای. بله. خودت برامون بگو کی باعث شد، کی دعوتت کرد و چرا؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. من تقریبا حالا سالی یه بار توی تورنتو تورنتو هم خیلی دوست دارم. ما هم خیلی تورنتو یاد دوست داریم و این بار بار سومی هست که من به دعوت بنیاد پریا توی تورنتو حضور پیدا میکنم. تنها کانون فرهنگ ایرانی. بله. و علتش هم برای خودم خیلی تعریف شده است، مشخص است. البته من دوبارم توی جشنواره تیرگان اومدم قبلا و بله یادم هست. قبل از اونم که قبل از اونم که سال 96 تا 97 که توی دانشگاه تورنتو تدریس بله. کردم به عنوان استاد مهمان و برنامه مختلفی داشتم. ولی خب توی سالهای اخیر سه بار توسط بنیاد پریا دعوت شدم و این علاقه شخصی خودم هست، به خاطری که خب من مسافرت زیاد میکنم، با تقریبا تمام دنیا اجرا داشتم و مسافرت میکنم، با جامعه ایرانی هم که ما بیش در ارتباط هستم و این بنیاد برای ما خیلی جذاب هست و یکی از آرزوهامیه که توی چون الان مهاجر ایرانی توی اغلب پایتختای کشور اروپایی کشور شهرهای بزرگ دنیا تعدادشون زیاد هست و این کمبود احساس میشه که یک نهادهایی باشن، یک بنیادهایی باشن که وابستگی سیاسی نداشته باشن، کاری به مذهب کسی نداشته باشن، یعنی مستقل رفتار بکنه، هر کی با هر مذهبی با هر تفکری بیاد اونجا بشینه ساعتی رو بگذرونه و کارهای فرهنگی تاریخ علمی زنده نگه علمی نمیدونم کلاس کامپیوتر یا به هر صورت کلاس مختلف فرهنگی هنری اونجا برگزار بشه، ساعتی بتونن دور هم دیگه باشن و یه مقداری به هر صورت ما الان 13 ساله توی فرانسه زندگی میکنم، تو غربت دارم زندگی میکنم، بنده 23 ساله به و خب من خودم به عنوان یه آدمی که یه هنرمندی که مرتب مسافرت میکنه بازی نیاز وقتی که پاریس میرسم
این نیاز هست بریم، که یه جایی باشه که مثلا حالا وقت فراغت هم وقتش برام جمع بشم، مثلا بتونیم صحبت بکنیم، تبادل نظر بکنیم، من داشته هام رو در اختیار دیگران بذارم، دیگران بتونن بگیرید و بدید. بله. و نیست واقعا توی هیچ کشوری همچی فضایی رو من ندیدم و من چندین بار، یعنی هر وقتم که حتی برای تعطیلات شده یا مثلا اومدم تورنتو، نه به خاطر چی، همیشه رفتم اونجا سر زدم، خیلی خوشحال بودم، یعنی مثلا تو نشستاشون شرکت کردم و خیلی برام جالبه. و به همین دلیل به آقای تبریزی که جدا حالا مسئله کاری دوست من هست، گفتم که هر موقع شما احساس کردی که کاری از دست ما برمیاد، اون چیزی که توی تخصص من هست، من رو به عنوان یکی از اعضای خانواده خودتون، خانواده فریا حساب بکنید. افرین. و من کاملا، من و اعضای گروهم، نقیب، پسرم حبیب مفتاح بوشهری، همکارم که نزدیک 16 17 ساله با هم همکاری میکنیم، ما واقعا خیلی خوشحال میشیم که بتونیم قدمی برداریم. و آقای تبریزی جدا حالا از مسئله بنیاد پریا، خب به ما و کاری که ما انجام میدیم خیلی لطف داره. مثلا توی همین کار اخیری که ما انجام دادیم که سی دی جدیدمون، خودشون شخصا، نه به عنوان بنیاد پریا، خودشون شخصا ما رو ساپورت کردن، کتاب شاهو داریم، خیلی چیزا داریم. بله، خودشون شخصا ساپورت کردن، یه مقداری از هزینه‌های مثلا کار ضبط ما رو، مثلا ربطی هم به چیز داشت. و یک حالا یک بخش دیگه هم اینه که واقعا خب اینجا بحث چیز نیست، بحث درآمدزایی نیست. من در سال تاریخ. من کنسرت خیلی زیاد دارم، برنامه مختلفی میرم و میدونم که اینجا هم دنبال این نیستن که من بیام اینجا کنسرتی بخوام بدم و سود و ضرری و بحث. نه، اونجا اصلا دنبال این. و دلیل حضورم الان توی این کنسرت این هست که شاید بتونیم یه کاری بکنیم که این بنیاد بهتر بتونه حرکت بکنه و خدمت بیشتری بتونه به همبتنی عزیز ایرانی که اینجا ساکن هستن بتونه بده، روز به روز داره یه مقدار سهیم باشیم توی قضیه. چقدر هم خوبه. من فکر میکنم این آشنایی که من با تو داشتم، این آشنایی که از دیرین با بنیاد دارم، منو الان در ذهن اینجوری واداشت که صحبتامونو در دو قسمت بکنیم. این قسمت که الان شما گرفتی آمدی خیلی خوبه، تا اینجا ما میریم. بعد بیایم قبل از اینی که بریم به مرحله دوم برسیم، من میدونم که در کارهای جدیدت یک کارهایی قابل صحبت داری، یک برنامه هاییست. اگر موافق باشی این برنامه رو ببینیم، این کلیپ ویدیو رو ببینیم، بعد برگردیم بیایم بریم به شاخه‌های اصلی هنرت که اصلا تو چرا بیرونی، چرا موسیقی رو داری اجرا میکنی و هدف چیه، موسیقی فیلم، فولکلور جنوب ایران رو داری ارائه میدی، فستیوال هایی که دعوتت میکنن. موافق هستی با این برنامه؟ بله بله، خواهش میکنم. نگاه میکنیم به یک ویدیو کلیپی از سعید شنبه‌زاده و همکارانش و برمیگردیم، بعد بقیه سوالات من با ایشون میره درباره هنر و حرفه. Thank you.
یکی از آخرین کارهای سعید باید بشه. بله. آهنگش خود ساختی. بله آهنگش. و یه چیزی من در این کلیپ ویدیو میبینم، یک حالت انفجار، گرما، فرار، رهایی، این چیه؟ این تم اصلی این موسیقی، تم موسیقی زار هست. بله. یکی از آوازه زار، یا بابا یا ماما سلاما، یکی یعنی بری بابا زار و ماما زار میخونن. و کلن خود زار رو ممکنه برای بیننده ها بگید چیه؟ زار یه مراسمی هست و یک نوع بیماری هم هست. بله. بیماری که میگن در فرهنگ جنوب ایران افرادی که فقیر هستن و
فقر مالی دارن بعضی وقتا به این دوچار میشن، به این دوچار میشن، بی حال میشن، افسرده میشن، دوچار افسردگی میشن. یعنی آدمی که غنی باشه، تحرک داشته باشه، دوچار زار نمیشه. و بعد باید با موسیقی، با که این موسیقی مراسم یا به رهبری یک زن که مامازار هست، که متخصص بادهای مختلف هست، که میره تشخیص میده چه بادی توی بدن این شخص وارد شده، چون تقریبا 72 نوع باد مختلف وجود داره، شیخ شنگر، لیوان، شیخ فرج و بادهای مختلفی. بله دیگه. آیا به خرافات بیشتر نمیره تا نظر علمی؟ حالا خدمتون عرض میکنم که بحث خرافات، بعضی وقتا خرافات هست که میتونه از دیدگاه فلسفی یه نتیجه ای بده. اوکی. ممکنه داستان باشه یا چیز باشه، از وقتا مثل یه رمان، یه رمانی رو شما ممکنه بخونی به قولن یک ریالیسم جادویی داخلش باشه، ولی از اون میتونی نتیجه ای بگیری. درست. متوجه بحث ما الان، بحث ما سری موضوعی بله من پرت بکنم از که این خرافات هست واقعیت داره یا چیز بله. ولی اون چیزی که هست یک فلسفه زیبایی توی این مراسم هست، فلسفه‌ای که داخل این وجود داره. نگاه کن او عده‌ای که باید ساز بزنن، سازهای ضربی بزنن، و مامازار یا بابازار، اینا یک گروه خاصی هستن. و وقتی که او شخص رو شخص معالجه میشه به خاطری که دوباره دچار بادها نشه، یک سری اصولی رو توی زندگی شخصیش باید رعایت کنه. علت اومدن فرانسه چی؟ علت اومدن فرانسه به کمپانی بزرگ رقص فرانسوی به نام کمپانی مونتالو و هقویو، سال 2000 ازم دعوت کرد، 5 سال قرارداد کاری داشتم و تمام امکاناتم بهم دادن و رفتم اونجا و 5 سال باشون قرارداد داشتم. بعد از اون با کمپانی دیگه کار کردم. سعید شنبه‌زاده در روز شنبه از ساعت 6 در بنیاد پریا. تاریخشو نگفتی، شنبه چندم؟ شنبه همین هفته 24م. 24م ماه آگوست، یعنی 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، در بنیاد پریا برای شما این صحبتایی که داره میکنه اونجا روی صحنه اجرا میکنه، میبینید رقصشو. و سعید یه کار زیبایی که کرده، که قبل از این کرده بودن البته هموطنان عزیزش، همشهریان خوب جنوب، چون که من مطالعه دارم و در هفته های آینده حتما سعید باعث شد که من یک نویسنده خوب جنوبی بونو بیارم در اینجا و راجع به فائزخونی با هم صحبت کنیم، که یکی از کارهای زیبای جنوبه. ولی سعید در روز شنبه 24م در بنیاد پریا اونجا برنامه داره، میریم برنامه های سعید شنبه‌زاده و این رقص و این هنرش رو و این به اصطلاح کار زیبایی بکنه، آهنگسازی که با سازهای محلیش کرده. من یه توضیح بدم در تکمیل صحبتتون، ما قرار بود که جمعه و شنبه اجرا کنیم. درست. و اعلام شده جمعه و شنبه، ولی متاسفانه ما به یک مشکل برخوردیم و جمعه رو نمیتونیم اجرا بکنیم. پس جمعه تشریف میارید حتما بذارید. و او یه تعدادی از دوستان ظاهرا برای جمعه بلیت خریدن و باید با بنیاد پریا تماس بگیرن که روز شنبه بیان، به دلیلی که ما مسئله مشکل بلیت برامون پیش اومد و یکی از موزیسینامون نمیتونه برسه تا اون تایم، چون که روز شنبه یکی از بند یکی از بچهای همکارتون روز شنبه نه روز شنبه روز جمعه نمیاد، روز جمعه کنسرت اونهایی که جمعه بلیت گرفتن بعد شنبه کارشون معتبر روز شنبه تشکیل. اگر اطلاعاتی هم که خواستید با بنیاد پریا تلفن میکنید، خانم فروزان و دوستان دیگر در اونجا هستن که اطلاعات صحیح رو خدمتتون میگن. من اینجا جا داره که از فروزان جلالی پور تشکر بکنم که باعث شد سعید رو زحمت کشید آوردن. یه دو ساعتی هستم که این خانم خوب با اون چهره صمیمیش نشستن خیلی آروم و سعید رو میبرن به جای دیگه. به امید دیدارتون در روز شنبه در بنیاد پریا از ساعت 6 تا 8. حالا من میتونم یه خواهش کنم از شما؟ جان عمرو، شما یکی از شعراتونو بخونید اگه اون کتاب بدی. حالا یه قطعه چشم ما هم یه استفاده بکنیم از دغلت این کتاب. البته به زودی علی سعید گفت این کتاب در سپتامبر رونمایی میشه، سمفونی شب. نکبیرم که ستارگانش را به رقابت پاچشماند فراخانی، نه دریایی
که حسرت همبستری با اقیانوسی را داشته باشد. رودی روانم که با ماهیان رقصان در بسترش به شادمانی نشسته است. ممنونم. خیلی خوشحالم که ایسای جان میبینیمت. ممنون فروزان. تا ببینیم شما رو روز شنبه 24 آگوست در بنیاد پریان.